خب بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایون سلام، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه، کیفتون کوک باشه. خیلی خوش اومدید به امروز کلاس مخصوص امتحان نهایی برای رفقای نازنینم در مجموعه بزرگ کلاسینو. خیلی خوش اومدید عزیزای دل من، خیلی صفا آوردید. امیدوارم که اتفاقهای خوب در ادامه برامون بیفته و بتونیم که یه سری نکاتی رو به شما یاد بدیم که برای امتحان نهایی به سودتون باشه. خیلی خوش اومدید رفقای نازنینم، خیلی خوش. کاری که برای فلسفه به نظرم میشه کرد، چون فلسفه با دین و زندگی یک مقدار متفاوته، توی دین و زندگی بحث حفظیاته و دانش آموز همش نگران اینه که آقا مثلا ما به قول معروف الان که تستی خوندیم برای پاسخ بلند خودمون رو چجوری آماده بکنیم. ولی برای فلسفه دقیقا تو طول سال هم ما بر همون مبنای پیش رفتیم که هم بچه ها تستی اوکی باشن و هم بچه ها تشریحی رو اوکی باشن، چون تستی و تشریحی فلسفه منطق نه فلسفه با همدیگه فرقی نداره. یعنی شما برای اینکه بخواین مثلا تست های مربوط به چه میدونم اصول حکمت متعالیه رو بزنید، برای اینکه اون تستاشو بخواید بزنید، خب هم باید دونه به دونه اصول رو باید بلد باشید دیگه. حالا تشریحی و تستی چه فایده ای میتونه چه فرقی میتونه با هم دیگه داشته باشه؟ شما باید کامل هم تشریحیش رو بلد باشید هم تستیش رو بلد باشید. این چی میگم؟ یعنی توی فلسفه بین تست و تشریحی خیلی تمایزی وجود نداره. امروز اگر من خدمتون رسیدم فقط برای این بود که یه سری از نکات یاد گرفتنی رو براتون بگم که پس ذهن مبارکتون داشته باشید، که دیگه جونم براتون بگه که وقتی که میخواین بخونید راحت تر از پسش بر بیاین. برای همین یه توصیه ای بهتون میکنم عزیزای دل من، اگر مثلا با لپتاپ یا با تبلت یا با هر چیزی میبینید با یه دستگاه دیگه ای، لطفا هر مبحثی رو که میخوام بگم صدا رو ضبط بکنید که اون صدای ضبط شده رو هی گوش بدید. این کار رو بکنید رفقای نازنینم، ها؟ اون صدای ضبط شده هر رو هی گوش بدید. به نظرم این خیلی میتونه مؤثر باشه، خیلی میتونه مؤثر باشه. خب ما بحثمونم با همدیگه میخوایم از درس 7 شروع بکنیم، یعنی به قول معروف عقل در فلسفه. خب اولین نکته یاد گرفتنی که اینجا اومده گفته معانی دوگانه عقل. خب من یه توضیح خدمتون بدم، خودم هم ریکورد بکنم بد نیست. معانی دوگانه عقل. ببینید رفقا، عقل دارای دو معناست. یک معناش دستگاه تفکر و استدلال، همون چیزی که ما عموماً بهش میگیم عقل، اصلا به معنای دستگاه تفکر خیلی مشخص. و معنای دیگش میشه عقل به عنوان موجودات مجرد از ماده، به عنوان موجودات ماوراء الطبیعه، چیزی که ما بهش میگیم فرشته. پس عقل دارای دو معناست. معنای اول همون قدرت نطق و اندیشه انسانه، معنای دوم عالم مجرداته، ماوراء الطبیعه است، همونایی که دیده نمیشن. پس
پس عقل دارای معانی دوگانه است. اینو یادتون باش. حالا یه لحظه صفحه قبل دوباره نگاه بکنید. اگر گفتش که عقل به عنوان دستگاه تفکر و استدلال رو توضیح بدید که چیه؟ پاراگراف اول رو براش بگید. یعنی اگر عقل در معنای اول رو خواست ازتون بپرسه، پاراگراف اول رو بهش بگید. ولی اگر خواستش که عقل در معنای دوم رو ازتون بپرسه، به عنوان یک موجود مجرد، اینو اگر خواست بپرسه، اون هم براش پاراگراف اول رو بگید. فقط لازم نیست که بخواین به قول معروف همه موارد رو واو به واو بگید، یعنی همون پیام اصلی رو که برسونید همون کفایت میکنه. اینو یادتون باشه رفقای نازنینم. خب ادامه. کتابتون فرق بین دو معنای عقل رو میگه، بعدش میاد در یونان باستان بررسی میکنه که آیا معنای دوگانه عقل رو قبول داشتن یا قبول نداشتن. خب جواب اینه، جواب اینه که قبول داشتن. و میاد اول در باب هراکلیتوس باهاتون صحبت میکنه که این یه تیکه به شدت مهمه، که میاد میگه هراکلیتوس از یک حقیقت یاد میکنه به نام لوگوس، که لوگوس هم در واقع به معنای عقل در معنای اوله، هم به معنای عقل در معنای دومه. یعنی لوگوس در اندیشه هراکلیتوس در واقع معانی دوگانه عقل رو در بر گرفته. حالا جمله معروف لوگوس چیه؟ اینه که کلمه و سخن ظهور و پرتو عقل متعالی و برتر است. در یک کلام اگر ما بخوایم اندیشه لوگوس رو تعبیر بکنیم، باید بگیم لوگوس اعتقاد داشت که عقل انسان، قدرت نطق انسان، تجلیه عقل در معنای مجرداته. یعنی عقل در معنای مجردات قبول دارم، عقل به عنوان قدرت اندیشه انسان رو قبول دارم، حالا عقل انسان تجلی همون عقل برتر یا همون عالم مجردات هستش. ها؟ این میشه اندیشه لوگوس که اتفاقا به شدت هم مهم هستش. و در ادامه کتابتون بعد از اینکه اندیشه هراکلیتوس رو میگه، میاد در باب ارسطو صحبت میکنه. خب ارسطو هم یادمون باشه معانی دوگانه عقل رو قبول داره، ولی به عقل در معنای اول، یعنی در معنای نطق، یعنی در معنای اندیشه بیشتر توجه میکنه. اینو راجع به ارسطو یادتون باشه. یعنی همونطوری که میگه کتابتون، میگه قوه استدلال انسان رو به اون توجه ویژه‌ای داشته. این در باب ارسطوئه. حالا نکته خیلی مهمی که راجع به ارسطو وجود داره، تقسیم بندی عقل در منظر ارسطوئه، که ارسطو اعتقاد داره که ما عقل نظری داریم، اعتقاد داره که ما عقل عملی داریم. تفاوت بین عقل نظری و عقل عملی برای طراح به شدت مهمه، به شدت مهمه. یعنی یکی از مواردیه که من حتی فکر میکنم که چرا چت بسته است. آره چت باز باشه.
آها اگه ولی اگه دیدی میتونی مدیریت کرد باز باشه بهتر. خلاصه میخواستم اینو بگم بچه ها که عقل در این که عقل نظری و عقل عملی توی امتحان فرداتون یعنی توی امتحان پیش روتون خیلی احتمال داره که بیاد، خیلی احتمال داره بیاد، حواستون باش. حالا اول عقل نظری. عقل نظری از منظر ارسطو چیه؟ عقل نظری از منظر ارسطو اون موقعیه که میاد درباره اشیاء، موجودات و چگونگی اونها بحث میکنه. این میشه عقل نظری. حالا حاصل استفاده از عقل نظری میشه علم نظری. حاصل استفاده از عقل همون علم دیگه. پس علم نظری حاصل استفاده از عقل نظریه. اما عقل عملی چیه؟ اونجاییه که میاد درباره رفتارهای اختیاری انسان و در ارتباط با بایدها و نبایدها صحبت میکنه. آره، یعنی توی عقل نظری در ارتباط با هست و نیست صحبت میشه، توی عقل عملی در ارتباط با باید و نباید صحبت میشه. بله، اینو بهش میگیم عقل عملی. حالا حاصل استفاده از عقل عملی میشه علم عملی، دقیقا مثل قبلی. یعنی علم حاصل استفاده از عقله. اینو حواستون باشه. این شد یه جمع‌بندی در ارتباط با معانی دوگانه عقل و جایگاهش در یونان باستان. فقط یادتون باشه اگر در امتحان ازتون سوال پرسیدن که عقل عملی، این فرق داره با این که بگه علم عملی. یادتون باشه توی عقل عملی شما میای میگی که مثلا راجع به باید و نباید ها صحبت میکنه، ولی اگر علم عملی رو پرسید اول باید عقل عملی رو بگی، بعد بگی حاصل استفاده از عقل عملی میشه علم عملی. اینطوری یعنی باید براش تعریف بکنید. یادتون باشه. خب این تا اینجا. خب اینو بنویسیم. خب دومین نکته ای که میخوام بهتون درس بدم، ببینید رفقا، در ارتباط با جایگاه عقل در دوره جدید اروپا ممکنه از شما سوال بشه که آقا تقابل عقل و دین رو در دوره جدید اروپا تحلیل بکنید. جوابی که شما به این موضوع باید بدید همینه رفقای نازنینم، که هر وقت در مغرب زمین جایگاه عقل بالا اومده، اوتوماتیک جایگاه دین مسیحیت تنزل پیدا کرد، و برعکس هر وقت که جایگاه دین مسیحیت ارتقا پیدا کرده جایگاه عقل تنزل پیدا کرد. یعنی یادتون باشه عقل و دین در تمدن جدید اروپا در تقابل با هم دیگه قرار دارن. شما این رو میتونید ببینید در دوره اول حاکمیت مسیحیت در اروپا، یعنی قرن سوم تا نهم، خب قدرت دین خیلی زیاد بوده، برای همین قدرت عقل در پایین ترین نقطه خودش بوده، انقدری که بزرگان کلیسا دخالت عقل و عامل تضعیف ایمان میدونستن، اصلا عقل و یک امر شیطانی میدونستن، اصلا میگفتن ایمان کسی قوی تره که کمتر از عقلش استفاده بکنه. این برای دوره اول حاکمیت کلیسا بوده که قدرت دین در نهایت و قدرت عقل در کمترین میزان ممکنش. اما دوره دوم، دوره دوم یه خورده متعادل تر میشه،
یه مقدار، یعنی قدرت دین کمتر میشه لذا قدرت عقل بیشتر میشه. خب دوره دوم چه دوره ای میشه؟ دوره دوم میشه قرن 10 تا 13. چه اتفاق مهمی تو قرن 13 افتاده؟ کتاب های ابن سینا و تا حدودی ابن رشد به زبان های اروپایی ترجمه شده. خب حاصل این چی بوده؟ حاصل این بوده که عقل گرایی در مغرب زمین بیشتر روی کار بیاد. یعنی اگر بهتون گفت کدوم عامل سبب شد جایگاه بین دین و عقل در مغرب زمین تغییر بکنه، یعنی دین قدرتش کمتر بشه و عقل قدرتش بیشتر بشه، میگید ترجمه کتب فلسفه اسلامی به زبانهای اروپایی در کی؟ در قرن 13. خیلی خوب، پس ما تا قبل از دوره رنسانس، دقت بفرمایید، تا قبل از دوره رنسانس جدال رو بین عقل و دین میدونیم که در نهایت با پیروزی عقل به پایان رسید. حالا از دوره رنسانس به بعد چی؟ از دوره رنسانس به بعد اختلاف بین فلاسفه بود دیگه، یعنی دیگه اختلاف بین فلسفه و دین نبود، اختلاف بین داخلی در بین فلاسفه بود که فلاسفه یا عقل گرا بودن و یا تجربه گرا بودن. اختلاف بین این دوتا دیگه از رنسانس به بعد بولد شد. شما عقل گرایان رو مثلا مثل دکارت، مثل کانت میتونید مثال بزنید و تجربه گرایان رو مثل دیوید هیوم میتونید مثال بزنید. تفاوت بین عقل گرایی و تجربه گرایی در چیه؟ عقل گرایان میگن عقل به تنهایی میتونه ما رو به شناخت برسونه، ولی تجربه گرایان میگن عقل به تنهایی نمیتونه کاری بکنه، عقل در کنار حس و تجربه میتونه ما رو به شناخت برسونه. پس تجربه گرایان نه اینکه عقل و قبول ندارن، نه عقل و قبول دارن، ولی میگن عقل در کنار تجربه، عقل در کنار حس کارایی داره، عقل به تنهایی میگن کارایی نداره. این میشه در ارتباط با جدال بین عقل و دین که شما باید در واقع تحلیلش رو بلد باشید. حالا اینکه هر کدوم از تجربه گرایان چه چیزی رو میگن قطعا خیلی جذابه، یعنی قطعا اون کسی که سوال رو طراحی میکنه این موضوع میتونه دغدغش باشه. خب کتابتون اول میاد راجع به فرانسیس بیکن میگه، خب راجع به اون چی میگه؟ چه جمله ای ازش نقل قول میکنه؟ اینکه آقا بهترین روش برای پیشرفت زندگی روش تجربیه، و اینکه عقل رو تشبیه میکنه به بت‌هایی که فلاسفه قدیم بر ما به یادگار گذاشتن که باید ازشون رها بشیم. این میشه در ارتباط با فرانسیس بیکن. در ارتباط با دیوید هیوم چه نقل قولی از دیوید هیوم داره براتون؟ اینکه تجربه تنها راه رسیدن به دانش و معرفت هستش. این تا اینجا. در مقابل عقل گرایان، خب کتابتون اومده دکارت رو براتون مثال زده. دکارت چه چیزی راجع به دکارت میگه؟ اینکه دکارت به همه توانمندی های عقلی، حالا میخواد تجربه باشه، میخواد عقل محض باشه، میخواد بدیهیات عقلی باشه، به همه تجربیات عقلی توجه داشت. ببینید، یعنی یا جمله رو به شما میده میگه از کیه، یا اون آدمه رو میده میگه جملهش چیه. شما برای این دو فضا باید خودتون رو آماده بکنید. یه تجربه گرای دیگه ای که براتون کتابتون مثال زده آگوست کنت هستش، آها، که اعتقادش بر اینه که عقل کلن یک امر ذهنیه، یعنی اعتقادش بر اینه که اصلاً واقعی نیست. نگاهی که فلاسفه به جهان دارن اصلاً واقعی نیست، بلکه ساخته ذهن انسانه، بلکه حاصل تأملات ذهنی انسانه.
متوجه میشید؟ یعنی آگوست کنت اعتقادش بر این بودش که فلسفه که حاصل استفاده از عقل کلن یک امر ذهنیه، به اعتبار ذهن وجود داره، بلکه اصلا در عالم خارج اینایی که میگن واقعیت نداره. یعنی جدالی که بین عقل گرایان و تجربه گرایان وجود داشت و اینکه نظر هر کدوم از اونها چی بود رو شما باید بهش مسلط باشید. اینم شد یه خلاصه دیگه در باب جدال بین عقل و دین و جدال بین عقل و تجربه. خیلی خوب، این تا اینجا رفقا متوجه کلامم شدید؟ بله. متوجه شدید رفقای نازنینم؟ خیلی خوب، هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. این تا اینجا مطلب بعدی که میخوام بهتون بگم دوباره در باب جایگاه عقل، ولی این بار در ایران باستانه، یا بهتر بگم ایران پیش از باستانه. بیایم جایگاه عقل رو در این دوران با هم دیگه بررسی کنیم. اولا کتابتون از این دوران در واقع استفاده میکنه و اون رو معرفی میکنه به عنوان یکی از کانونهای اولیه عقلگرایی. این یه نکته. بعد میاد رفرنسی که میده، اطلاعاتی که ما داریم از ایران پیش از باستان رو، یکی میگه به خاطر گزارش‌های فردوسی در شاهنامه بوده و یکی هم به خاطر سهروردی در کتاب حکمت الاشراق بوده. بعد میاد میگه که ایرانیان پیش از باستان عقل رو در هر دو معناش قبول داشتن، هم در معنای اول قبول داشتن، یعنی به عنوان دستگاه تعقل و تفکر، و هم در معنای دوم قبول داشتن به عنوان یک وجود برتر و متعالی، به عنوان همون عالم مجردات. در هر دوتای اینها رو قبول داشتن. حالا توی امتحان فلسفتون اگر خواستش راجع به ایران پیش از باستان سوال بپرسه، اینایی که تا اینجا خط کشیدم رو میگید، این تا اینجا، ولی اگه فقط راجع به اندیشه‌شون خواست سوال بپرسه، این سه خط تو میگید راجع به اندیشه ایرانیان باستان پیش از باستان در باب عقل، این سه خط تو باید بگید، یادتون باشه همین سه خط براش کافیه. معمولا هم سوال میتونه ازش بیاد، سوال معروفیه. اندیشه ایرانیان پیش از باستان در باب معانی دوگانه عقل چجوری بوده؟ اینکه خدا جهان رو با عقل و خرد خودش رهبری کرده، یعنی جهان رو بر اساس خرد آفریده و اسم اون خدای جهان آفرین رو که میذارن مزدا، میگن با خرد خودش، با اندیشه خودش خرد انسانها رو آفریده. یعنی اگر الان دقت بفرمایید، هر دو معنای عقل در این جمله وجود داره. وقتی میگه خدا جهان رو بر اساس خرد آفریده، خرد در این جمله به معنای همون معنی دوم عقله، یعنی همون عالم مجردات و موجودات برتر و متعالی و اینها، و عقل انسان هم که میگه عقل انسان رو آفریده، عقل انسان هم که معلومه معنیش همون در واقع معنی اول عقل به معنای قدرت تفکر و اندیشه هستش. بعدش میاد در باب عقل در دوره فلسفه اسلامی کتاب گپ میزنه. یعنی بعد از اینکه
ایران قبل از باستان رو گفت، بعدش میاد در ارتباط با فلسفه اسلامی صحبت میکنه. چیزی که راجع به جایگاه عقل در باب فلسفه اسلامی باید بدونید اینه، آقا ما در فلسفه اسلامی چیزی به عنوان تجربه گرایی نداریم. بله، خیلی محدوده. یعنی اون جدالی که بین عقل گرایی و تجربه گرایی در فلسفه مدرن مغرب زمین وجود داره، در ایران وجود نداره، در فلسفه اسلامی وجود نداره. فلاسفه اسلامی عموماً عقل گران، پس لذا مخالفت مستقیم با عقل در فلسفه اسلامی وجود نداره، به ویژه اینکه تو قرآن و تو احادیث بارها دعوت به تفکر و خردورزی اومده. پس هیچ جوری مخالفت با عقل اونطوری که شما در اندیشه دیوید هیوم میبینید، اونجوری که شما در اندیشه مثلا آگوست کنت میبینید، فرانسیس بیکن میبینید، توی فلسفه اسلامی وجود نداره. پس مخالفت با عقل در فلسفه اسلامی چجوری دنبال میشه؟ این یه تیکه بچه ها برای تشریحی خیلی مهمه. یکیش تنگ کردن دایره اعتبار عقله، یعنی اینکه آقا ما عقل رو قبول داریم ولی اعتقادمون بر اینه که عقل در همه چیز کارایی نداره، یعنی اعتقادمون بر اینه که برخی روش های عقلی در مسائل دینی کاربرد نداره. این میشه شکل اول مخالفت با عقل. شکل اول و دوم بودنش مهمه. شکل اول اینه که میگه آقا برخی روش های عقلی در مسائل دینی کاربرد نداره، محدوده عقل رو میخوایم کم بکنیم. دومین شکل مخالفت با عقل مخالفت با فلسفه است. چرا؟ به خاطر اینکه فلسفه حاصل عقله. با عقل مشکلی وجود نداره ولی با فلسفه مشکل داره. حالا چرا با فلسفه مشکل داره؟ به خاطر اینکه فلسفه رو حاصل تفکر غربی میدونه، به خاطر اینکه فلسفه رو یک علم وارداتی از یونان میدونه. یعنی اعتقادشون اینه که عقاید فلسفی با عقاید اسلامی ناسازگاره. این میشه شکل دوم مخالفت با عقل. پس دو شکل مخالفت با عقل وجود داره، یک محدود کردن کاربرد عقل و دو اینکه بگن آقا فلسفه با اسلام ناسازگاره. این میشه دو شکل مخالفت با عقل. حالا کتابتون اومده برای دومی جواب داده، متوجه عرضم میشید؟ برای دومی اومده جواب داده. جوابش چیه؟ جوابش اینه که آقا اولا فلسفه شاخه ای از معرفته، یک دانشه، متعلق به جای خاصی نیست. دانشیه که میاد راجع به هستی صحبت میکنه، دانشیه که میاد راجع به حقیقت اشیاء صحبت میکنه، و این معنیش این نیستش که در واقع بگیم متعلق به یه جای خاصی هستش. یه دلیل دیگه، آقا خیلی از آراء سقراط و افلاطون و ارسطو با آموزه های اسلامی سازگاری داره. اینطوری نیستش که همش ناسازگار باشه، خیلی هاش سازگاری داره. مثلا اونها هم اعتقاد داشتن به خدای یگانه، خب این که ناسازگاری وجود نداره. مثلا اونها هم عقل رو در معانی دوگانش به کار می بردن، خب این که ناسازگاری وجود نداره. اینم یه دلیل دیگه در رد نقد دوم. و نکته بعد این که آقا در همه دانش ها ما از نظرات سایر دانشمندان هم استفاده می کنیم. توی فیزیک و شیمی و بقیه علوم هم همینه، ما از اندیشه دانشمندان سایر بلاد هم استفاده می کنیم. خب تو فلسفه هم داریم استفاده می کنیم دیگه. این که ما از اندیشه یک فیزیکدان معروف مثل انیشتین استفاده بکنیم، معنیش این نیستش که فلسفه دیگه فلسفه ما نیست. این به معنای تقلید نیستش که، به معنای بهره گرفتن هستش.
پس کتابتون با این استدلال ها میاد اثبات میکنه که آقا مخالفت با عقل در فلسفه اسلامی اولا وجود نداشته، ثانیاً اگر هم وجود داشته به دو شکل بوده، یکی اون قدرت عقل رو میخواستن کم کنن و دومی هم مخالفتشون با فلسفه بوده که الان اثبات کردیم مخالفت با فلسفه مخالفت درستی نیست چون ناسازگاری اونجوری که میگن وجود نداره. اینم از این. حالا میخواییم با هم دیگه گپ بزنیم در ارتباط با این که واقعا عقل در بین فلاسفه مسلمان در کدوم معنیش پذیرفته شده. دوباره هم عقل رو به عنوان دستگاه استدلال ابزار شناخت قبول دارن، هم عقل رو به عنوان یک موجود برتر و متعالی قبول دارن، یعنی همون ماوراء الطبیعه. یعنی دوباره مثلا همونطوری که هراکلیتوس معانی دوگانه عقل رو قبول داره، فلاسفه اسلامی هم معانی دوگانه عقل رو قبول دارن. خب کتابتون راجع به هر کدوم از اینها میاد صحبت میکنه، میاد راجع به عقل اول به عنوان یک موجود برتر و متعالی صحبت میکنه و یه بیتی رو میاره: غیر این عقل تو حق را عقل هاست. عقل اول که میگه غیر این عقل تو، خب منظورش همون قوه اندیشه انسانه، منظورش همون قوه نطق انسانه. ادامش که میگه حق را عقل هاست، یعنی خدا هم عقل داره، منظورش همون موجودات مجرد و برتر و متعالیه. پس عقل اول منظور قوه نطقه، عقل دوم منظور عرضم به حضورتون که همون عالم مجردات هستش. اینو یادتون باشه رفقای نازنینم. حالا در باب عالم مجردات این مدلی میان میگن که میگن آقا ما 10 مدل عقل داریم: عقل اول، دوم، سوم، چهارم تا عقل دهم. عقل اول نزدیک به خداونده، نورانی تر از بقیه است. عقل دهم از خداوند دورتر و به طبیعت نزدیکتره و اون عقل دهم رو اسمشو میذارن عقل فعال. چرا؟ چون وظیفش فیض رسانی به عقل انسان هاست. نزدیکترین عقل به طبیعت عقل دهم و وظیفش اینه که فیض رسانی بکنه به عقل انسان. یعنی همون چیزی که هراکلیتوس میگفت، میگفت عقل انسان تجلی از اون عقل برتره، اینم در واقع همین رو داره میگه فلسفه اسلامی. یعنی میاد صحبت میکنه در ارتباط با این که عقل فعال که آخرین عقله، این وظیفه به دوششه. میاد میگه که آقا تمام ادراکات و دانشهای انسان به مدد همین عقل فعال اتفاق میفته. میاد میگه این که انسان میتونه مفاهیم کلی رو بفهمه و درک بکنه به خاطر همین عقل فعال هستش که اتفاق میفته. میاد میگه نسبت بین عقل فعال به انسان مثل آفتاب به چشم. چشم انسان قدرت بینایی داره ولی به شرطی که آفتابی بتابه و همه جا روشن باشه. اگر همه جا تاریک باشه که چشم انسان دیگه کارایی نداره. داستان عقل فعال هم همینه. عقل فعال نورانیت به ما میده که بتونیم از چشمون استفاده کنیم. یعنی عقل فعال شرایطی رو در اختیارمون قرار میده که به کمکش بتونیم از قوه نطق و اندیشه خودمون استفاده بکنیم. این اندیشه فلاسفه مسلمان در باب عقول مجرده. اینکه دهتان، اینکه وظیفه عقل دهم یا همون عقل فعال چیه، به شدت اهمیت داره. بچه ها این قسمت عقل فعال من فکر میکنم تو امتحانتون میاد، یادتون باشه قسمت عقل فعال اون فکر میکنم تو امتحانتون میاد، اینو خیلی حواستون باشه. خب و اما عقل در معنای قوت در واقع تفکر رو بیایم بررسی بکنیم، خیلی ساده که میگن آقا
همون چیزی که ارسطو میگه، انسان دارای قدرت اندیشه است، انسان دارای قدرت نطقه، و عرضم به حضورتون که کاملا میان استدلال عقلی محض رو میپذیرن، یعنی از تجربه گرایان دور میشن. فقط یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره و قطعا دغدغه طراح خواهد بود اینه که چه فارابی و چه ابن سینا عقل رو به صورت یک استعداد در نظر میگیرن. یعنی چی؟ یعنی میگن که به صورت مرحله‌ای خواهد بود، رشد مرحله‌ای داره، و بعد میان راجع به مراحلش گپ میزنن. اینکه مراحل چهارگانه رشد عقل چیه قطعا مورد توجه طراح قرار میگیره، قطعا مورد توجه طراح قرار میگیره. مرحله اول رو بهش میگن عقل بالقوه یا همون عقل هیولایی، بله، که منظورشون از این عقل بالقوه یا همون عقل هیولایی این هستش که آدم تو این مرحله فقط استعدادش رو داره، بله، و هیچ ادراک عقلی دیگه نداره، فقط استعداد و آمادگیش رو داره. مرحله دوم عقل بالملکه، اون چیه؟ اون زمانیه که میتونه فقط بدیهیات رو درک بکنه. دقت بفرمایید، فقط میتونه بدیهیات رو درک بکنه، بهش میگن عقل بالملکه. سومین مرحله بهش میگن عقل بالفعل، اینجا دیگه شکوفا شده عقل، یعنی اینجا دیگه به فعلیت رسیده، با تمرین و تکرار میتونه دانش‌ها رو کسب بکنه. پس تو قسمت عقل بالقوه فقط استعداد بود، توی قسمت عقل بالملکه آمادگی دریافت دانش‌ها بود، ولی توی قسمت عقل بالفعل خود دانش‌هایی که کسب شده، دقیقا خود اون دیگه اتفاق افتاده. و مرحله چهارم هم که عقل بالمستفاد هستش، که دیگه اینجا میتونه از اون چیزایی که یاد گرفته استفاده بکنه، یعنی بر اون دانش‌هایی که یاد گرفته تسلط پیدا کرده. پس عقل بالمستفاد در واقع منظورش تسلط بر دانش‌هایی که تو عقل بالفعل ما به دست آوردیم. این میشه مراحل چهارگانه عقل که شما باید بلد باشید. فقط در باب نظر فیلسوفان در همین معنای اول عقل، یه جمله کتابتون آورده: ما فرزندان دلیل هستیم. این جمله رو هم به خاطر داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی آقا هر روشی، هر استایلی برای شناخت اگر با عقلمون جور در بیاد ما اون رو قبول میکنیم. حالا میخواد عقل محض باشه، میخواد بدیهیات عقلی باشه، میخواد تجربیات باشه، هر چیزی که ما رو برای رسیدن به شناخت کمک بکنه ما اون رو قبول داریم. برای همینه که ابن سینا میگه آقا هر کسی که عادت کرده سخنی رو بپذیره حتی اگر دلیلی وجود نداشته باشه، اون آدم از حقیقت انسانی خارج شده. چرا؟ چون ارزش و عیار انسان به ناطق بودنشه، و نطق همون قدرت عقل هستش. این هم شد جایگاه عقل در هر دو معنا در فلسفه اسلامی. اینم از این رفقای نازنینم که امیدوارم یاد گرفته باشید. فقط این ادامش که اومده گفته، اولیش میتونه مهم باشه، اولیش میتونه مهم باشه، یه نکته. بعد But...
اینا دیگه خیلی حفظیه دیگه، یعنی فقط باید یه بار روخونی کنید که پس ذهنتون باشه. خیلی دیگه حفظیه، یعنی خیلی من بهش ورودی نخواهم داشت. خیلی حفظیه که فقط باید بخونید که پس ذهنتون داشته باشید دیگه. خب تا اینجا بعد خیلی خب بچه ها تا اینجا چطور بود؟ یاد گرفتید؟ ها؟ تا اینجا اوکی شدید؟ تا اینجا اوکی شد؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. هزار مرتبه خدا رو شکر. نه درس حفظی برای امتحان نهایی نداریم. خیلی خوب بسیاری، یه چند دقیقه ریلکس بکنید، برمیگردیم و با همدیگه بحثمون رو ادامه میدیم. یه چند دقیقه ریلکس بکنید برمیگردیم، ادامهش رو هم حتما تا آخر کتاب براتون درس میدم، نگران نباشید.
برگردید رفقا. رفقای نازنین برگردید، برگردید، برگردید. برگردی لطفا. برگردید عزیزای دل من. خیلی خوب، امروز بریم ادامه بدیم با همدیگه بحثمون رو، بریم ببینیم که به کجا باید برسیم. بریم سراغ آغاز فلسفه در جهان اسلام. اولا رابطه بین سه واژه ممکنه دغدغه طراح باشه. یک، حیات عقلی. دو، حیات فلسفی. و سه، حیات علمی. رابطه بین این سه واژه میتونه خیلی دغدغه طراح باشه. خب اولا ترتیب بین اینا مهمه؟ بله مهمه. اول باید در یک جامعه حیات عقلی به وجود بیاد. بله، خب حیات عقلی در جامعه اسلامی کی به وجود اومد؟ پس از گذشت 2 قرن از ظهور اسلام، حیات فلسفی به مرحله ای از رشد رسید که اولین فیلسوف ظهور کرد. پس کتابتون برای حیات فلسفی داره میگه آقا 2 قرن قبل، 2 قرن از ظهور اسلام گذشته بود. دقت بفرمایید، یعنی حیات فلسفی رو داره میگه که قرن دوم اسلامی به وجود اومد. خب ما حیات فلسفی رو آخریش میدونیم، پس باید برگردیم عقبتر. آره، قبل حیات فلسفی چیه؟ حیات علمیه. آهان، پس این باید برگردیم عقبتر. هی قبل از حیات علمی چیه؟ حیات عقلیه. آها، پس میبینی، پس انتهای این راسته که حیات فلسفیه، این قرن دوم هجری بوده. اما حیات علمی قبلش بوده و حیات عقلی هم قبلش بوده. حالا حیات عقلی چه زمانی به وجود میاد؟ وقتی که مردم یک جامعه به تفکر و اندیشه دقت کنن. پس یادتون باشه رفقای نازنینم، رابطه بین این سه تا اینطوری شد: اول حیات عقلیه، بعد حیات علمیه و بعدم حیات فلسفیه، که حیات فلسفی قرن دوم هجری به وجود اومد. اولین فیلسوف ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی بوده، اصولا بهش میگن کندی. این اولین فیلسوف مشهور مسلمان بوده. این یادتون باشه رفقای نازنینم. خیلی خوب، این تا اینجا. حالا گپ زده کتابتون در ارتباط با زمینه های رشد فلسفه. خب معلومه بر امتحان نهایی خیلی مهمه دیگه، اصلا معلومه بر امتحان نهایی خیلی مهمه. آقا زمینه های رشد فلسفه رو نام ببرید، معلومه بر امتحان نهایی خیلی مهمه. 1، دعوت قرآن و پیامبر به خردورزی. 2، گسترش مباحث اعتقادی. 3، نهضت ترجمه. 4، اینا عواملی بودن که فلسفه اسلامی رو به وجود آوردن. حالا سوال، آیا از اینا ممکنه که سوال تشریحی بده، بگه هر کدوم رو توضیح بدید؟ احتمالش هست.
یعنی باید پس ذهنتون داشته باشید. از معدود جاهای فلسفه است که افسیه ها، باید پس ذهنتون داشته باشید. ولی من فکر میکنم اگر بخواد سوالی بده نام ببرید بده، و این چندتایی که این پایین هست میگه عواملی که زمین ساز شدن که مردم، در واقع عوامل زمین سازی که در قرآن وجود داشت و باعث شد که مردم به تفکر دعوت بشن، این شیشتا. این به نظرم برای تشریحی مهمتر از همشونه. پس یادت باشه چی شد عزیز دلم. اولا این که هر کدوم از اینها رو نام ببرید، و ثانیا این که این شیشتا رو به خاطر بسپارید. این برای تشریحی به نظرم خیلی میتونه مهم باشه. این یه نکته. بعد اینجا که اومده سیر تفکر فلسفه اسلامی رو گفته، این توضیح من براتون بدم، خیلی به نظرم فردا میتونی تو سوالات متعددی این رو جواب بدید، خیلی زیاد. ببینید در فلسفه اسلامی ما در واقع سه فلسفه داریم. فلسفه مشاع، فلسفه ایه که توسط فارابی تأسیس شد و ابن سینا اون رو به اوج خودش رسوند. فلسفه ایه که تحت تأثیر ارسطو بود در بین فلاسفه مغرب زمین. فلسفه ایه که راه رسیدن به حقیقت رو استفاده از عقل، استدلال و برهان میدونه. بعد از فلسفه مشاع، فلسفه اشراق در فلسفه اسلامی به وجود اومد که فلسفه اشراق رو سهروردی با تأثیر پذیرفتن از افلاطون تأسیسش کرد در کتاب حکمت الاشراق، و این همون کتابیه که و این همون فلسفه‌ایه که علاوه بر عقل راه رسیدن به حقیقت رو قلب هم معرفی میکنه. یعنی علاوه بر معرفت عقلانی، معرفت شهودی رو هم معرفی میکنه. راه رسیدن به حقیقت، عقل و قلب در کنار همه، هم استدلال و برهان هم کشف و شهود. راه رسیدن به حقیقت این دوتا در کنار هم هستش. و البته چون خود سهروردی عارف بوده بیشتر به قلب توجه میکنه تا به عقل. اینم فلسفه اشراق. و سومین فلسفه حکمت متعالیه بوده. حکمت متعالیه رو ملا صدرا تأسیس کرد. در واقع توش یک مثلثی به چشم میخوره: عقل، قلب و وحی. یعنی هم معرفت عقلانی، هم معرفت شهودی و هم معرفت وحیانی. در واقع ما میتونیم بگیم حکمت متعالیه یه جورایی همه راه‌های رسیدن به حقیقتی که قبلش وجود داشت، همه اینها جمع شد در یک فلسفه‌ای به نام حکمت متعالی. پس در متعالیه. پس در واقع میتونیم حکمت متعالیه رو بگیم نقطه اتصال همه جریان‌های فکری هست که ملا صدرا تأسیسش کرد و علامه طباطبایی در سال‌های اخیر گسترشش داد. در سال‌های اخیر منظورم فلسفه معاصره، گسترشش داد. این میشه خط مشی فلسفه اسلامی و سه فلسفه‌ای که وجود داشت در تقریبا حدود 3 دقیقه، 2 دقیقه و نیم. حالا این یه نکته. یه خورده اگه بخوایم ریزتر بشیم روی کتاب درسی در باب حکمت مشاع، یه نکته خیلی مهمی کتابتون گفته. گفته حکمت مشاع سرشتش استدلالی بود. سرشت یعنی محتوا. صورتش هم استدلالی شد. صورت یعنی شکل و ظاهر. چرا فلسفه مشاع سرشتش استدلالی بود؟ به خاطر اینکه تحت تأثیر قرآن، تحت تأثیر احادیثه. چرا صورتش هم استدلالی شد؟ به خاطر اینکه از ارسطو تأثیر پذیرفت، و ارسطو در مباحث فلسفی خودش بیش از هر چیزی به قیاس برهانی، به همون برهان، به همون استدلال توجه داره. پس دقت بفرمایید.
این نکته خیلی نکته مهمیه. فلسفه اسلامی سرشتش استدلالی بود به خاطر تاثیرپذیری از قرآن، صورتش استدلالی شد به خاطر عرضم به حضورتون که تحت تاثیر ارسطو قرار گرفتن. خود کتابتون صراحتا میاد میگه، میگه ویژگی اصلی حکمت مشاع همون صورت استدلالی و الگو گرفتنش از ارسطوئه. پس در باب سیرت و صورت این چند تا نکته‌ای که الان بهتون گفتم رو خیلی بهش دقت کنید، خیلی زیاد. و البته هم میدونید دیگه که معلم اول ارسطوئه، معلم ثانی فارابیه. این هم که حتما میدونید دیگه. صحبت از فارابی شد، یه نکته ای رو خیلی دقت بکنید که فارابی درسته میگیم تحت تأثیر اندیشه های فلسفی ارسطو بوده، ولی در فلسفه سیاست دیدگاهش بیشتر شبیه به دیدگاه افلاطون بوده. اینم خیلی حواستون باشه. یعنی با وجود اینکه در فلسفه تحت تأثیر ارسطو بوده، ولی در فلسفه اسلام، ولی در فلسفه سیاست آرائش بیشتر شبیه آراء افلاطون بوده. اینم خیلی حواستون باشه. نکته بعد این که کتابهاش خب خیلی میتونه مهم باشه دیگه، یعنی طراح اصولا به کتابها توجه ویژه داره. یک کتابی داره جمع بین رأی دو حکیم، یا همون الجمع بین رأی الحکیمین، که اومده تو این کتاب چیکار کرده؟ اومده حکیمین، یعنی دو تا حکیم دیگه، اومده آراء افلاطون و ارسطو رو با هم دیگه مقایسه کرده در باب مسائل مختلف. یه کتاب دیگه ای داره به نام اقراض ارسطو فی کتاب ما بعد و طبیعه، بهش اقراض ما بعد و طبیعه میگن. داستان این کتاب چیه؟ داستان این کتاب اینه که ارسطو قبلا یه کتابی نوشت به نام مابعد الطبیعه. فارابی اومد شرحی بر اون کتاب نوشت، اسمشو گذاشت اقراض مابعد الطبیعه. پس در واقع اقراض مابعد الطبیعه شرح کتاب مابعد الطبیعه ارسطوئه. اینم یادتون باشه. و در ارتباط با فارابی، فلسفه سیاسی فارابی رو هم باید خوب بلد باشید، خیلی زیاد. یکی از مواردی که من فکر میکنم توی امتحانتون میاد همین فلسفه سیاسی افلاطونه، فارابیه. مدینه فاضله، مدینه جاهله یکی از جاهاییه که خیلی شانس اومدن داره، خیلی زیاد، حواستون باشه. اولا باید دقت بکنیم که فارابی مشاغل سیاسی رو اصلا قبول نکرده، با اهل سیاست هم اصلا معاشرت نداشته. علت این که بهش میگن مهمترین فیلسوف سیاسی به خاطر اندیشه ها و آثاریه که در این زمینه داشته، یادت باشه؟ به خاطر اندیشه هاش و به خاطر آثارش در این زمینه بهش میگن مهمترین فیلسوف سیاسی. اینو خیلی حواستون باشه. حالا کتاب شما دو تا اندیشه سیاسی فارابی آورده، یکی مدنی به طبع بودن انسان، این یکی از اندیشه های سیاسی فارابیه، یکی هم داستان مدینه فاضله و مدینه جاهله. شما این دوتا رو باید از اندیشه فارابی بلد باشید. اول میخوام باهاتون گپ بزنم در باب مدنی به طبع بودن. فارابی اعتقاد داره انسان به ذات و بر حسب فطرتش گرایش به زندگی در اجتماع داره. مدنی یعنی اجتماعی، به طبع یعنی با فطرت، با طبیعت. آره، فارابی بر مبنای فطرتش، بر مبنای طبیعتش انسان رو، اینطوری بگم بهتره، فارابی اعتقاد داره انسان بر مبنای فطرتش، بر مبنای طبیعتش گرایش به اجتماع داره، یعنی دوست داره که در اجتماع زندگی بکنه، یعنی رفع نیازهای خودش رو در بستر زندگی در اجتماع میدونه. این میشه در باب مدنی به طبع بودن فارابی. یعنی در یک کلام
فارابی اعتقاد داره هدف اصلی یک جامعه رسیدن انسان به سعادته، هم در دنیا هم در آخرت. حالا داستان مدینه فاضله و مدینه جاهله چیه؟ فارابی میاد یک جامعه رو به بدن انسان تشبیه میکنه. میاد میگه مدینه فاضله مدینه‌ایه که در اون هر کدوم از اعضا جایگاه مخصوص دارن، وظایف مخصوص انجام میدن، بین وظایفشون ارتباط وجود داره تا اون به قول معروف جامعه برسه به سعادت. یعنی مدینه فاضله هدفش میشه رسیدن به سعادت که مثل یک بدن سالم و کامل میمونه. اما مدینه جاهله نقطه مقابل مدینه فاضله است، مثل یک بدن ناسالمه، مثل یک بدن ناقصه. هر کدوم از اعضا جایگاه مخصوص ندارن، وظایف خودشون انجام نمیدن، بین وظایفشون ارتباط وجود نداره. هدف در این جامعه رسیدن به سعادت نیست، هدف در این جامعه رسیدن به سلامت، استفاده بیشتر از لذایذه. پس اینکه هدف در مدینه فاضله چیه و هدف در مدینه جاهله چیه خیلی مهمه. هدف در مدینه فاضله رسیدن به سعادته، ولی هدف در مدینه جاهله رسیدن به سلامت و لذته. این میشه فرق بین مدینه فاضله و مدینه جاهله در اندیشه فارابی. فقط فارابی اعتقادش بر اینه که هر جامعه ای، هر مدینه ای یک رئیسی میخواد، همونطور که بدن یک رئیس میخواد. رئیس بدن قلبه، رئیس یک مدینه فاضله هم کسیه که در واقع همون رهبر جامعه است که با عقل فعال در ارتباط باشه، که میگه منظور همون پیامبر و امامان و جانشینان هستن. این شد در باب اندیشه سیاسی فارابی که بیشتر تحت تأثیر افلاطون بوده و دو اندیشهشو گفتیم دیگه، یکی مدنی به تب بودن و یکی هم انواع مدینه، که من خیلی احتمال میدم از این قسمت قطعا یه تست بیاد. خیلی احتمال میدم رفقای نازنینم، خیلی زیاد. خیلی خوب، این هم در ارتباط با این. الان باید بریم سراغ ابن سینا. خیلی خوب، هزار مرتبه خدا رو شکر. حال احوالتون چطوره بچه ها؟ حال احوالتون چطوره؟ همه چی خوب؟ همه چی عالی؟ هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. امیدوارم که همه چیز اونجوری که دوست دارید باشه و به امید خدا اتفاقهای خفن براتون بیفته. به به. خب بعد بریم راجع به ابن سینا با هم دیگه گپ بزنیم. صفحه 80 کتابتون رو بیارید بچه ها. یه گپی با هم دیگه بزنیم در باب ابن سینا. خب ابن سینا همون کسی بودش که فلسفه مشاع رو به اوج خودش رسون، لذا میتونیم بگیم در اندیشه های خودش تحت تأثیر ارسطو بوده و روشش بر رسیدن به حقیقت روش عقلی و برهانی و استدلالی بوده، یعنی در پی رسیدن به معرفت عقلانی بوده. خب کتابای ابن سینا، اولا کتاب قانون. کتاب قانون و کتاب شفا رو ترکیبی یاد بگیرید. قانون در ارتباط با پزشکیه، شفا در ارتباط با فلسفه است.
یک دایره المعارف علمی و فلسفیه. چون اگر اینا رو ممکنه برعکس اشتباه با هم دیگه بکنید. فقط در ارتباط با کتاب شفا یادتون باشه که مهمترین کتاب فلسفی ابن سیناست. دقت بفرمایید، مهمترینش اینه. اگر بهتون گفتن آخرین کتاب فلسفیش چیه، میگید اشارات و تنبیهات. پس مهمترینش شفا، آخرینش اشارات. یه کتاب داره به نام نجات. خب نجات خلاصه است، خلاصه کتاب شفاه، اصلا اسمش هم روشه دیگه. آدم ها رو نجات داد که بخوان برن یهو 20 جلد کتاب بخونن. نجات خلاصه کتاب شفاه. انصاف، انصاف اسمش روشه، موضوعش داوریه. اصلا انصاف موضوعش داوریه، راجبه یه مسئله بین نظریات فلاسفه مختلف اومده داوری کرده. اینم یادتون باشه. و راجب دانشنامه علائی هم خیلی دقت کنید، کتابیه که به زبون فارسیه، یعنی کتابای دیگرش به زبون عربی بوده ولی این کتاب به زبون فارسی هستش. و این شد در باب کتابهای ابن سینا. مطلبی که کتابتون راجب اندیشه ابن سینا آورده مبحث طبیعته. اولا تعریف طبیعت برای طراح خیلی مهمه. طبیعت مرتبه ای از هستیه که رو به سوی مقصد خاصی داره. بعد اینکه چرا بهش میگن عالم طبیعت دوباره برای طراح خیلی مهمه. بهش میگن طبیعت چون هر کدوم از اجزاش طبع و ذات خاص خودش رو داره و از اون برم کل این عالم هم طبع و ذات خاص خودش رو داره، برای همین بهش میگن طبیعت. یه نکته دیگه این که طبیعت چجوری به وجود آورده، به چجوری به وجود اومده. میگه خدا طبیعت رو با لطف و عنایت خودش به وجود آورده. منظور از عنایت بچه ها علمه، یادتون باش. و یه نکته دیگه هم که راجع به طبیعت شناسی ابن سینا وجود داره، این چیزهایی که ما در ظاهر فکر میکنیم بدن، مثل مرگ، مثل زمستان، مثل ریختن برگ درختان، تفسیری که روی این موضوع میده هم برای طراح میتونه خیلی جذاب باشه. ابن سینا عقیدش چیه؟ میگه هر چیزی رو که ما در ظاهر فکر میکنیم نقص بعد از کماله، در واقع برای ایجاد تعادل در طبیعت. زندگی وقتی معنی پیدا میکنه که مرگی وجود داشته باشه. بهار وقتی معنی پیدا میکنه که زمستونی وجود داشته باشه. ریختن برگ درختان وقتی معنی پیدا میکنه، یعنی جوونه زدن وقتی معنی پیدا میکنه که ریختن برگی وجود داشته باشه. یعنی ابن سینا عقیدش بر اینه، هر چیزی که در ظاهر نقص بعد از کماله، در واقع برای ایجاد تعادل در جهانه، که این تعادل همونیه که جهان رو به کمال خودش میرسونه. پس اون چیزی که نقصه برای ایجاد تعادله، تعادل هم باعث رسیدن طبیعت به کمالش میشه. این خیلی احتمال داره که بیاد، یادتون باشه. یه نکته دیگه هم که از در باب ابن سینا، در باب اندیشه ابن سینا، این آیه انما یخشی الله من عبادهی العلماء، یعنی در بین علما فقط کسانی در مقابل خداوند خشوع دارند، در بین علما فقط کسایی در مقابل خداوند خشیت دارند، خضوع دارند، فروتنی دارند که عالم باشند. اینکه تحلیل ابن سینا از این لغت چیه میتونه برای طراح جذاب باشه. خب این تفسیر ابن سینا از این لغت چیه؟ اینه که آقا علوم تجربی، یعنی سایر علوم غیر فلسفه، میان هر کدوم به مطالعه یکی از خواص ظاهری اشیاء میپردازن. حالا میگه کار اونها زمانی ارزش داره که علاوه بر اینکه روابط بین پدیده ها رو میان بررسی میکنن، علاوه بر اون روابط بین پدیده ها با ماوراء الطبیعه و خدا رو هم بررسی کنن. یعنی نه تنها به مطالعه ظاهر بپردازن،
بلکه به مطالعه باطن هم بپردازند، هم روابط پدیده ها با هم و هم روابط میان پدیده ها و خداوند. میگه دانشمندی که به این لول برسه که بیاد هر دوی اینها رو در کنار هم دیگه داشته باشه، اون به مرحله خشوع رسیده، به مرحله فروتنی رسیده. اینم یکی از مواردیه که میتونه برای طراح جذاب باشه. چیزایی که الان بهتون گفتم در حدود 6 دقیقه گذشته بحثی بود در باب ابن سینا. حالا بریم سراغ سهروردی. خب سهروردی همونطوری که خدمتون عرض کردم مکتب اشراق رو به وجود آورد، حکمت اشراق، و گفتم بهتون که حکمت اشراق فقط بر عقل تکیه نداره، بلکه علاوه بر عقل بر قلب و شهود هم تکیه داره. یعنی فلسفه اشراق راه رسیدن به حقیقت هم از طریق عقل و هم از طریق قلب در کنار هم دیگه است. فقط یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره، خیلی مهم. سهروردی اعتقاد داره کسی که فقط بخواد با عقل به حقیقت برسه کارش کار بی نتیجه‌ایه، و برعکس کسی که فقط بخواد با قلب به حقیقت برسه سرانجامی غیر از گمراهی نخواهد داشت. فرق این دوتا خیلی مهمه. پس از منظر سهروردی عقل بدون قلب بی حاصله، قلب بدون عقل موجب گمراهیه. یادتون باشه رفقای نازنینم. یه مطلب دیگه ای که در باب اندیشه سهروردی است و اتفاقا خیلی هم مهمه از من یاد بگیرید. سهروردی میاد به جای واژه وجود از واژه نور استفاده میکنه. یعنی به جایی که بیاد به خدا بگه واجب الوجود، میاد به خدا میگه نور الانوار، یعنی موجودی که همه موجودات دیگه نورانیت خودشون رو از اون گرفتن. نور الانوار یعنی چی؟ یعنی میاد خدا رو تشبیه میکنه به خورشید و موجودات رو تشبیه میکنه به پرتوهای نور، که همه این پرتوهای نور از اون خورشیده نشأت گرفتن. پس خدا منشأ نورانیته که خودش نورانیتش رو دیگه از چیز دیگه ای نگرفته، بلکه همه موجودات نورانیت خودشون رو از اون خدایه، اون خورشیده گرفتن. خب وقتی میگیم همه موجودات، هم طبیعت رو در بر میگیره، هم ماوراء طبیعت رو در بر میگیره. بله، حالا شباهت همه موجودات الان در چیه؟ در نورانیتشونه. آره، یعنی شباهت همه موجودات در اینه که همشون وجود دارن. تفاوتشون در چیه؟ در شدت و ضعف نورانیتشونه. یعنی چی تفاوتشون در شدت و ضعف نورانیتشونه؟ یعنی اگر به خدا نزدیکتر باشن نورشون شدیدتره مثل فرشتگان، اگر از خدا دورتر باشن نورشون ضعیفتره مثل انسان ها. پس شباهت همه موجودات در یک چیزه، شباهت همشون در اصل نورانیت. تفاوت همه موجودات در چیه؟ شدت و ضعف نورانیت. بعضی ها که به خدا نزدیکن نورشون شدیده، انقدر که نامرئی شدن. بعضی ها که خدا دورن نورشون ضعیفه مثل انسان ها، که بهشون میگیم عالم طبیعت. یه نکته دیگه در ارتباط با سهروردی میخوام بهتون بگم، نکته ای که کتابتون تو پاراگراف آخر صفحه 84 گفته. جغرافیای عرفانی سهروردی چجوریه؟ سهروردی اعتقاد داره اونایی که به خدا نزدیکترن، یعنی عالم مجردات، یعنی عالم نورانیت، اسم شما میذاریم مشرق جهان. مشرق جهان همونایی که نورشون خیلی شدیده. اونایی که از خدا دورن یعنی طبیعت، اسمشون رو میذاریم مغرب کامل،
یعنی اونایی که تاریکی هاشون خیلی زیاده. پس در یک بازه ای میایم تعریف میکنیم، این ور بازه که به خدا نزدیکترن نورشون شدید، مشرق جهان، اون ور بازه که از خدا دورترن نورشون ضعیف، مغرب. بین این دوتا هم یه دونه عالم دیگهی در نظر میگیره به نام مغرب وسطا. مغرب وسطا چیه؟ مغرب وسطا در واقع هم رگه هایی از نورانیت رو داره، هم رگه هایی از تاریکی رو داره. یعنی هم به عالم مشرق نشونه هایی داره، هم به عالم مغرب نشونه هایی داره. یعنی در یک کلام نور و ظلمت در مغرب وسطا به هم آمیخته شدن. این میشه جغرافیای عرفانی سهروردی که باید بلد باشید. و آخرین مطلبی که از سهروردی دلم میخواد بهتون بگم، مدارج دانایی از نظر سهروردیه. اینم خیلی میتونه مورد توجه طراح باشه، خیلی زیاد. آقا سهروردی میاد کسانی که در پی کسب علم و دانش هستن رو به 4 دسته تقسیم میکنه. دسته اول پایین تری لولن، تازه به قول معروف شوق معرفت رو دارن، هنوز اصلا تصمیم نگرفتن که به دنبال چه نوع معرفتی هستن. یه لول میاد بالاتر، دسته دوم مشائیون، کسایی که فقط از عقلشون استفاده میکنن. یه لول میاد پایینتر، یه لول میاد بالاتر، یعنی دسته سوم عرفا، کسایی که فقط از شهود استفاده میکنن، به عقلشون بی‌اعتنان. و دسته چهارم هم که بالاترینن میشن خود اشراقیون، کسایی که هم از عقلشون استفاده میکنن، هم از ذوق و عشق و عرفان و قلبشون استفاده میکنن. این میشه مدارج دانایی از نگاه سهروردی. حالا حکیمی که اینطوری باشه، یعنی هم از عقلش استفاده کنه برای رسیدن به حقیقت، هم از قلبش استفاده کنه، بهش میگن حکیم متعله. ها؟ حکیم متعله، یعنی حکیمی که به مرحله تعله رسیده، یعنی هم از عقل استفاده میکنه، هم از قلب استفاده میکنه. حالا حکیم متعله اگر به قول معروف در در چی میگن، در بحثم استاد باشه، در مذاکره هم استاد باشه، اون آدم شایسته جانشینی خدا بر روی زمینه. پس حکیم متعله میشه همون کسی که هم به معرفت عقلی رسیده، هم به معرفت شهودی رسیده. میش میگن حکیم متعله که اگر در بحث هم استاد باشه، شایسته جانشینی خدا بر روی زمین هست. اینم شد یک بحث کافی در باب سهروردی در حدود 7 دقیقه گذشته. آخش، هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. اینم از این. اما بریم سراغ آخرین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم رفقای نازنینم، در باب ملا صدرا، یعنی در باب عرضم به حضورتون که اصول فلسفی ملا صدرا میخوام باهاتون گپ بزنم. بریم راجع به اون با همدیگه صحبت بکنیم، یعنی قسمت زندگی نامش رو رد بکنید. اول البته سفراشو بگم بهتون، بعد بچه ها حال احوال تا اینجا چطوره؟ ها؟ آخیش من خیلی فکر کنم خستم. حال احوال تا اینجا چطوره؟ همه چی خوبه؟ بله بله یا نه؟
من یه چیزی بهتون بگم، از این صندلی برم بالاتر. بالا نمیاد نه؟ این برای شما دسته داره. خب فکرم من الان دارم میمید بچه ها. نه من خیلی حالم راستش خرابه و فقط چون میدونستم نگران امتحانتونید اومدم براتون. یعنی دیشب تا ساعت فکر میکنم 2-3 بود که من بیمارستان بودم و یه مسمومیت شدیدی گرفته بودم. یعنی حالم رو باید ببینید که الان چجوریه. ولی بس کردم که قبل امتحان نهایی خیلی که خیلی یعنی مثلا بده که تنهاتون بذارم، برای همین اومدم و خدا رو هم شکر میکنم که الان تقریبا اون بودجه بندهی که میخواستم بگم رو گفتم. یعنی کلاستون اعلام شده بود 2 تا 3:37، 2 تا 3:30، ولی دیگه پیش خودم گفتم که یعنی ولی الان یه کوچولو دیگه هم ادامش میدم که این ملا صدرا رو هم بگم خیالم راحت بشه، بعد برید دیگه عزیزای دل من. برای همین اگه خود امروز بی حال بودم من رو ببخشید، خیلی خوش نیستم و اینکه ولی خدا رو شکر میکنم که اون مبانی که میخواستم بهتون بگم رو از پسش بر اومدم. هزار مرتبه خدا رو شکر و با امید خدا که اتفاقهای باحال براتون بیفته. آره خب بریم، یه دقیقه من وقت بدید من جونی بگیرم و بریم سراغ ملا صدرا. هم باید اسفار اربعه شو بهتون بگم و همین که اصول حکمت متعالیه رو بهتون بگم دیگه. خب شما تعریف کنید دیگه، چه خبر؟ حال احوال چطوره؟ امتحان سلامتتون چطور بود بچه ها؟ امتحان سلامت چطور بود؟ خب خدا رو شکر نظرات مختلفی دارم میشنوم، با امید خدا که اکثرا خوب باشه اوضاعتون. دارم حرفاتون رو میخونم و خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. بریم ببینیم چه خبره. بریم ببینیم اوضاع چطوره. و اما بحثمون رو ببریم جلو در باب ملا صدرا.
خب اولا که راجع به سفرهای چهارگانه ملا صدرا یا همون اسفار اربعه با همدیگه گپ بزنیم. بریم ملا صدرا توی این کتاب اومده سفرهای چهارگانه عرفا رو تطبیق داده با مباحث فلسفی. پس اگر میبینید کتابتون چهار تا سفر آورده، از خلق به حق، با حق در حق، از حق به خلق با حق و در خلق با حق، اگر میبینی همچین چیزی رو آورده، اینا سفرهای عرفانی هن. کاری که ملا صدرا اومده کرده اینه که این سفرهای عرفانی رو تطبیق داده هر کدومشون رو با یکی از مباحث فلسفی. خب این خیلی مورد توجه طراحه، خیلی. سفر اول من الهم من الخلق الی الحق. آها، یعنی از طبیعت میره به سمت خداوند. این برمیگرده به کدوم مبحث فلسفی؟ مباحث عمومی فلسفی. سفر دوم فلحق بالحق، یعنی به کمک خدا میاد به مطالعه صفات خدا میپردازه. این برمیگرده به کدوم مبحث؟ برمیگرده به مبحث توحید، برمیگرده به مبحث صفات. سفر سوم من الحق الی الخلق بالحق، از سمت خدا برمیگرده به سمت مردم و اون صفاتی رو که یاد گرفته بود میاره با خودش، یعنی همه چیز رو مظهری از خداوند میبینه. خب این برمیگرده به افعال خدا، به ربوبیت خدا، به حکمت خدا. و سفر چهارم فلخلق بالحق، یعنی در بین مردم هست و مردم رو هدایت میکنه، که اینجا برمیگرده به علم النفس، یعنی خودشناسی و معاد. پس ملا صدرا در اسفار اربعه هر کدوم از چهار سفر عرفانی رو با یکی از مباحث فلسفی میاد تطبیق میده. خیلی خوب، حالا بریم سراغ اصول حکمت متعالیه. فقط بچه ها قبلش، اینی که پایین صفحه 91 اوورده منابع حکمت متعالیه این چارتان، این خیلی مهمه. اینی که منابع حکمت متعالیه چیاست برای امتحان نهاییتون خیلی مهمه، یادتون باشه، خیلی مهمه. اولین اصلی که میخوام باهاتون صحبت کنم مبحث اصالت وجوده. خب ما میدونیم که وجود و ماهیت در ذهن ما دو مفهوم مختلفن. وقتی میرن در عالم خارج تبدیل میشن به یک چیز، یعنی وجود و ماهیت در عالم خارج منطبق بر همن. شما وقتی به این دیوار اشاره میکنید، هم منظورتون وجود دیواره، هم منظورتون ماهیت دیواره. حالا سوال، اگر وجود و ماهیت در ذهن ما دو مفهوم مختلفن، میان تو عالم خارج منطبق میشن، میشن یک چیز، الان اونی که تو عالم خارجه کدومه؟ وجوده یا ماهیته؟ وجود و ماهیت در ذهن ما دو چیزن، میان تو عالم خارج میشن یک چیز، اون یک چیز وجوده یا اون یک چیز ماهیته؟ اگر بگیم اون یک چیز وجوده، اگر بگیم اون یک چیز وجوده، یعنی ماهیت صرفاً به اعتبار ذهن ما هستش، یعنی اصل بر وجوده، اونی که واقعیت داره وجوده و ماهیت به اعتبار ذهن ما به وجود اومده. برعکس اگر بگیم اون یک چیز ماهیته، یعنی ماهیت در عالم خارج هست و وجود ساخته ی ذهن ماه. ملا صدرا اعتقادش بر اینه که اصل بر وجوده، یعنی اونی که در عالم خارج وجوده،
یعنی اونی که ساخته یه ذهن من و شماست ماهیته. اسمشو میذاریم اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. ها؟ اسمشو میذاریم اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت. این میشه اولین اصل حکمت متعالیه که ریشه سایر بحث ها هم هستش. وجود اندر کمال خیش جاریست، تعین ها یعنی همون ماهیات امور اعتباریست. اصل بر وجوده، اونی که در عالم خارج واقعیت داره وجوده و ماهیت صرفاً به اعتبار ذهن ما به وجود اومده. اصل دوم میشه وحدت وجود. وحدت وجود یعنی چی؟ یعنی همه موجودات وجود خودشون رو از خداوند میگیرن. این که موجودات مختلفی هستند دلیل بر این که چند تا خدا وجود داشته باشه نیست. نه، یک خداه، موجودات متفاوتن، همه موجودات وجود خودشون رو از اون یک خدا میگیرن. اسمشو میذاریم وحدت وجود. پس وحدت وجود یعنی بین همه موجودات یک شباهتی است. شباهت در چیه؟ شباهت در اینه که همه موجودات وجود دارن و وجود خودشون رو از خداوند گرفتن. وحدت وجود که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. یعنی این بیت داره الان وحدت وجود رو میرسونه با یک نگاه عرفانی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این داره وحدت وجود رو میرسونه. یعنی شباهت همه موجودات در اینه که وجود دارن و همشون وجودشون رو از خداوند میگیرن. این که موجودات مختلفی هستن دلیل بر این که چند تا خدا هست نیست، یه خداه، موجودات مختلفن. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوها منداخت. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام انداخت. یعنی همه وجودشون رو از خدا میگیرن. این دو بیت هم دوباره به مبحث وحدت وجود اشاره داره، ولی این بار از نگاه فلاسفه، این بار با یک رویکرد عقلی و استدلالی. آیه هم اگر بخوایم تو قرآن مثال بزنیم برای این موضوع، آیه 3 سوره حدیده، همو اول همو آخر، هم باطن و هم ظاهر. یعنی کلن همه کس، همه چیز وجود خودشون رو از خدا میگیرن. پس اگه ازتون سوال پرسید کدوم آیه اشاره داره به وحدت وجود، این آیه رو باید بگید. بسیار عالی. اما میریم سراغ مراتب داشتن وجود، اصل سوم یا همون تشکیک وجود. داستان تشکیک وجود چیه؟ یه سوال مطرح میکنیم. آقا همه موجودات وجود دارن؟ بله. همه موجودات وجودشون رو از خدا میگیرن؟ بله. پس چرا در خواص و آثار با هم دیگه فرق دارن؟ پس چرا در ماهیت با هم دیگه فرق دارن؟ ها؟ اگر همه موجودات وجود خودشون رو از خدا میگیرن، پس چرا در ماهیت با هم فرق دارن؟ اگر همه موجودات در این که وجود دارن عین هم دیگه هستن، اگر همه موجودات از جنس نورن، پس چرا در ماهیت با هم دیگه فرق دارن؟ پس چرا در خواص و آثار با هم دیگه فرق دارن؟ ها؟ جواب: چون شدت و ضعف وجودیشون با هم دیگه فرق داره. به به،
موجودات شدت و ضعف وجودی مختلف دارن. اونایی که به خدا نزدیکترن نورشون شدیدتر، اونایی که از خدا دورترن نورشون ضعیفتر. لذا حالا که شدت و ضعف وجودیشون با هم دیگه فرق داره، پس در خواص و آثار یا همون ماهیت با هم دیگه متفاوتن. اسم این عصر رو میذاریم مراتب وجود یا همون تشکیک وجود. این هم شد بحث در باب سه اصل حکمت متعالیه. فقط به این دو بیت رو هم دقت بفرمایید. در هزاران جام گوناگون شرابی بیش نیست، گرچه بسیارند انجم آفتابی بیش نیست. گرچه برخیزد ز آب بحر موجی بی شما، کثرتن در موج باشد لیک آبی بیش نیست. یعنی تشکیک وجود، یعنی موجودات در عین اینکه همشون در اینکه وجود دارن عین همن، ولی در به قول معروف در ماهیات با همدیگه متفاوتن. چرا؟ به خاطر اینکه شدت و ضعف وجودیشون با همدیگه تفاوت داره. وحدت در عین کثرت، یعنی در عین اینکه با همدیگه تفاوت دارن عین همه. این میشه تشکیک وجود یا همون مراتب وجود. خیلی خوب، هزار مرتبه خدا رو شکر. اینم در باب درسی که میخواستم در مورد ملا صدرا بهتون بگم. خسته نباشید رفقای نازنینم، مواردی که دلم میخواست در کلاس امروز بهتون درس بدم این موارد بود که بهتون گفتم. درس آخر که خب یه درس خیلی حفظیه، حتما حتما بخونید، روخانیش رو انجام بدید و امیدوارم هستم که تونسته باشم در حدود این تقریبا 150 دقیقه بتونم کمکتون کنم برای امتحان فلسفتون. خسته نباشید، خدا قوت، یا علی.